تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. له الشکر بعدد ما احاط به علمه. آغاز سوره جاسیه، اواخر جزء 25 هستیم. از اول قرآن که شروع کردیم آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه، 5 دقیقه، 6 دقیقه، 4 دقیقه، کمتر و بیشتر تفسیر میگیم و جزء 25 هستیم. اواخرش سوره جاسیه. سوره جاسیه در مکه نازل شده و 37 آیه داره. به مناسبت آیه 28 هم که کلمه جاسیه هست، جاسیه به معنی به حالت زانو در اومدن میگه، به کسی که به زانو در میاد میگن جاسیه. اول آیه، یعنی در این سوره اولین آیه و آخرین آیهش هم مربوط به دو صفت خداوند است که صفت عزیز و حکیمه. خب در این سوره مطالبش راجع به دلایل توحید و اقوام پیشین و دعوت به عفو و گذشت و اشاراتی به صحنه‌های قیامت. خب وارد سوره بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمید. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. به نام او، به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام او چون میشناسمش، معرفت دارم، ایمان دارم، او را قادر میدونم، به او پناه میبرم، به او توکل میکنم، از او استمداد میخوام، به همه کمالات و صفاتش بسم الله، چون الله در میان اسماء الهی، الله یعنی شامل همه صفات الهی میشه، به همه صفات، از همه کمالات الهی استمداد بکنم. چرا استمداد بکنم؟ چون سرچشمه رحمته، به همه رحم میکنه، همیشه رحم میکنه، انواع رحمه مادی معنوی. خود هستی که خلق شد از نشونه های رحم خداست. طبیعت نشانه رحم خداست. این که کارهای خوب ما رو 10 برابر پاداش میده، کارهای بد ما رو 1 حساب میکنه، دعوت به توبه میکنه، توبه ما رو میپذیره، این که ما 1 گام میریم رو به او، 10 گام میاد رو به ما، این که عیبامون رو میپوشونه. تمام آفریده ها، اینها همه نمادهای رحمت خداست. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. این قرآن از همین حامیمه، از همین حروفه. این کلمات مقطعه که در 29 سوره قرآن از 14 سوره اومده، رمزیست بین خداوند و پیغمبر. و به نظر میرسه که میخواد بگه این قرآن از همین حروفه. ما از این حروف قرآن ساختیم. شما از این حروف چه حرفای میزنید؟ حرفای خودتونو و مقاله هاتونو که از این حروف بررسی کنید با آیات قرآن، ببینید چقدر تفاوته. حتی دعاهایی که دعاهای ائمه و روایات ائمه به پیغمبر صلوات الله علیهم، اگر لا قرآن بشه پیداست که این قرآن نیست. یعنی اشرف مخلوقات که پیغمبرم هست، وقتی حدیثی داره نقل میکنه، مطلبی رو نقل میکنه، باز کلام پیغمبر تو قرآن بشه پیداست که این مال خدا نیست. و همین حروف یه چیز داخته برجسته و استثناء که سخن با هیچ سخن هیچ کس مشابه نی و مخلوط و قاطع نمیشه. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. این قرآن به تدریج نازل شد از طرف خداوند، خداوندی که عزیز است و حکیم است. خب در اینجا قرآن خدا فرمود خداوند حکیمه. در سوره یاسین میگه قرآنش هم حکیمه. در جای دیگه میگه پیغمبرش هم معلم حکمته. من الله العزیز الحکیم، خدا حکیمه.
و القرآن الحکیم یعنی خود قرآن هم حکیمه. یعلم هم الکتاب و الحکمه یعنی پیغمبرش هم حکمت آموزه. یعنی اساس دین بر اساس حکمته، وهم و خیال نیست، خواب و شعر و سرود نیست، منطق و استدلاله، استواره، پایداره، قابل خدشه نیست. قرآن هم اصالت داره از طرف خداست، هم مسونیت داره از طرف خدای عزیزه، عزیز نفوذ ناپذیره، کسی نمیتونه قرآن رو لقش کنه، تحریف کنه. کتابای آسمانی دیگه تحریف شدن ولی قرآن یک نقطه جا به جا نشده. گرچه بعضی از اهل سنت در یه زمانهایی خواستن بگن شیعه ها قرآن را تحریف شده میدونن و قائلن که قرآن تحریف شده، ولی اونقدر به بعضی از گفته های بعضی از شیعه ها هم استدلال کردن، ولی اونقدر کتاب در این اواخر علیه این نوشته شد که و قرآن هایی که در ایران و جای دیگه چاپ شد که یک نقطه، یک حرکت بین قرآن شیعه و سنی فرق میکنه. خود قرآن گفته نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون، ما قرآن را حفظ میکنیم. لا یأتیه الباطل، از هیچ سمتی باطل در قرآن رخنه نمیکند. قرآن حکیمه، از طرف خدای حکیمه. خب بریم سراغ آیه 3. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. در آفرینش آسمان ها و زمین بر اهل ایمان نشانه هایی است. یعنی اگر میخوایم بفهمیم باید لجبازی رو بذاریم کنار، قلب پاکی داشته باشیم، خودن للمتقین، روح تسلیمی داشته باشیم، للمؤمنین. اگر انسان اهل ایمان نباشه، یعنی لجباز باشه و مغرور باشه، من یرا کل آیته یا آرزو صد تو علامتم ببینه اعراض میکنه و قبول نمیکنه. اگر پارچه تر باشه هرچی کبریت ولش ببری روشن نمیشه. اگر خواستیم روشن بشه باید دست از تری برداریم. پارچه تر را هرچی هم کبریت بزنی روشن نمیشه. اگر توپ انداختن تو اقیانوس آب توش نمیره، گیر در آب اقیانوس نی، گیر در توپ درش بسته، چون توپ درش بسته آب خوردش نمیره. مشکل تو توپه، مشکل در آب نیست. لآیات للمؤمنین، قرآن للمتقین، آیه للمؤمنین. اینجا اول تنزیل الکتاب گفته، بعد آفرینش آسمان رو گفته. تنزیل الکتاب من الله العظیم، بعد گفته ان فی السماوات والارض آیات للمؤمنین. میگه قرآن فرستادیم، آسمان و زمین خلق کردیم. اسم قرآن قبل از آسمان و زمین برده. پیداست نعمت هدایت و نعمت قانون و نعمت های معنوی برتری داره بر نعمت های مادی. خب خدای تو رو به حق محمد و آل محمد قلب سلیم و منیب به ما بده که در مقابل حق و منطق تسلیم باشیم. خب تا اینجا تمام و السلام علیکم و رحمت الله.